خانم آقایان، همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو به آگاهیتون میرسونم. امروز آقای شجره اطلاعیه صادر کرد و یه اطلاعیه نوشت که حتما همه شما همیهنان گرامی از متن این اطلاعیه آگاهی پیدا کردید و در سرویس های بعدی برنامه های ما شاید این اطلاعیه باز هم پخش بشه. در ابتدای هر برنامه، همینطور که در برنامه من هم دیدید، می نویسن از طرف تلویزیون که اظهار نظرهای تهیه کننده های برنامه ها، برنامه سازان، میهمانانشون و کسانی که تلفنی با این برنامه ها تماس میگیرن، نظراتشون نقطه نظرهای تلویزیون پارس نیست. من همیهنان گرامی در این چند روز گذشته کاملا در مورد مسائلی که من فکر میکنم مربوط به تلویزیون پارس و جمع همکاران ما سکوت کردم، ولی یه نکته ای رو لازم میدونم در برنامه امشب بهش اشاره کنم و در برنامه های آینده شاید مفصلتر راجع بهش صحبت کنم، چرا که اعتقاد دارم ما در یک سازمان، در یک تلویزیون با افکار گوناگون با هم همکاری داریم و قرارم نیست که یک طرف این افکار و عقاید، حالا به هر دلیلی که من تشریح خواهم کرد، سکوت کنه، طرف های دیگر شلطاق کنن. چرا؟ برای اینکه من اعتقاد دارم همه ما در یک مسئله با هم متحدیم و اونم مسئله میهنمون. میهن ما ایران که همه عاشقانه با هر افکاری و با هر نظری اون میهن رو، اون جایی که ریشه داریم درش، عاشقانه دوستش داریم. حالا ما بر سر رسیدن به هدفها با هم اختلاف نظر داریم، اینم طبیعیه، چون اگر غیر از این بود ما درست می شدیم این ربات هایی که کوکشون می کردن یا عروسک هایی که همه یه شکل بودن و باید یه جور فکر می کردیم. ما قرارمون بعد از استقرار حکومت ملاها و روزخانها و اراذل اوباش این بود که برای آینده‌ای که این رژیم سقوط خواهد کرد، که این سرنوشت محتوم میشه، و برای آینده میهنمون، هممون باید در کشورهایی که زندگی میکنیم و شاهد شرایط دموکراتیک در اونا هستیم، این شرایط رو درک بکنیم، افکار دموکراتیک پیدا بکنیم و این افکار رو در میهن خودمون که در آینده از لوس وجود این آخونده و روزخانها و اراذل و اوباش پاک خواهد شد، این شرایط دموکراتیک رو پیاده کنیم. ولی اگه قرار باشه هر کدوم ما عاشق نظرات خودمون باشیم و به افکار و نظرات دیگران توهین بکنیم و به اونها بگیم شما حرف نزنید ولی ما هر چی دلمون میخواد بگیم، و در یک مورد هم این تناب فشار و اختناق رو زیاد کنیم و اون اینی که تهدید کنیم که اگر این آدم ها این افکار رو تبلیغ کنن ما پولمون رو قطع میکنیم، مثل که این پول رو دارن برای صدقه دادن، برای گدایی به ما میدن. همیهنان گرامی، من دلم میخواد امشب در این برنامه یه مقداریش، من حقوقم در تلویزیون پارس 2000 دلاره بدون هیچ نوع درآمد دیگه،
این شرایط رو بیشتر همکارای من اینجا در قسمت فنی و در قسمت‌های دیگه دارن. اینو برای این میگم، نه کمک از کسی میخوام، نه احتیاجی به کمک کسی دارم. اگر قراره برم تو یه نمیدونم مغازه‌ای هم کار بکنم، هرگز به خاطر کمک به خودم این حرفا رو نمیزنم. من بارها و بارها آمدم در برابر دوربین تلویزیون نشستم و خواهش کردم از شما به تلویزیون پارس کمک کنید، ولی برای خودم هیچ وقت نگفتم. برای اولین بار امشب دارم میگم تمام درآمد من در امریکا همینه. به اون اراذل اوباشی میگم که در ایران مرتبا به من تلفن میکنن و به من میگن خود فروخته، تو نوکر CIA هستی، تو نوکر موساد هستی، تو نوکر اون چیزایی که در شأن خودشون و اون حکومت کثیفشونه. اما همینان گرامی، در عرض چند مدت گذشته من واقعا حیرت آور بود برام عکس العمل همکاران ما در تلویزیون های دیگه. من جزو اولین کسانی بودم که زمانی که اون مهران مدیری دلغک آمد و اون نمایش مسخره رو اجرا کرد توی صدا و سیمای جمهوری اسلامی و به همکار ما و دوست من آقای شهرام همایون حمله کرد و فحاشی کرد، من اومدم در این تلویزیون جزو اولین کسان بودم حمله کرد. و خیلی از مواقع هی کوچکترین صحبتی از طرف من راجع به همکاران دیگه ای تلویزیون اون نشید. ولی واقعا سوال من از آقای شهرام همایون اینه، روزی که همکار ما بهرام مشیری آمد در برنامهش و در مورد شاهزاده رضا پهلوی، آقای رضا پهلوی اظهار نظر کرد که خودش هم بعدا متوجه شد که اون روز تند روی شده، فرصتی بود شجره من سایر همکارانم من سکوت کردم، چون من از نظر فکری خیلی نزدیکم به آقای مشیری ولی همه نظرات مشیری قبول ندارم در خیلی از موارد، اما در یک مسائل اصولی من با مشیری بسیار هماهنگ فکرم. در مورد مسئله شاهزاده رضا پهلوی من حرف دارم با همکارم مشیری، چون معتقدم ایشون نه الان در شرایطی هست که داره میره قدرت رو بگیره، یعنی رسیدیم به اون مرحله‌ای که مردم بایستی تشخیص بدن که بین سلطنت و جمهوریت یکی رو انتخاب کنن. بنابراین طبق روال حکومت‌های دموکراتیک، طبق شرایط مملکت، تمام کشورهایی که دموکراسی درش برقراره، یادتون باشه همین الان این آقای رامینی و آقای اوباما الان از این به بعد شروع میکنن به همدیگه حملات شخصی حتی کردن که آقا فلانجا تو فلان صحبتی کردی، تو اونجا این کار. یادتونه که در انتخابات قبلی خانم کلینتون، هیلری کلینتون از حزب دموکرات بدترین حملات رو به آقای اوباما کرد، ولی بعدا اومد شد وزیر خارجهش و الان همکاری صمیمانه داره. بنابراین من اعتقادم اینه که الان این شرایط انتخاب نیست، بنابراین آقای رضا پهلوی، آقای شاهزاده رضا پهلوی، ایشون در شرایطی که نه در رژیم گذشته در هیچ کارش سهیم بوده، جوونی بوده 20 سالش بوده 19 سالش بوده، بنابراین اون بحثی که مصاحبه‌ای که با فوکوس آنلاین کرده حرف درش، و من امیدوارم حداقل دفتر شاهزاده طرفداران درستش، نه اون کسانی که شلوغ میکنن، که خود آقای رضا پهلوی میگه اینا هیچ کدومشون طرفدار من نیستن جز لطمه زدن به من، امیدوارم اونها متن این مصاحبه رو، یعنی گفتگوی واقعی رو پخش بکنن تا این سوء تفاهم ها رد بشه. و من فکر میکنم اگر واقعا اون چیزایی که گفته شده و منم فکر میکنم گفته شده درست باشه، بهرام مشیری از اون تیپ آدمایست که میاد و اقرار میکنه که در این مورد اشتباه کرد، و حتی آقای محمد امینی. اما امینان گرامی، آقای شهرام همایون درست دو روز سه روز بعد از این جریانی که همکار من
مشیری راجع به این مسئله صحبت کرد، یک موضوعی رو مطرح کرد که من برام واقعا حیرت آور بود، و اون این که آمد تو برنامه خودش، منم نشسته بودم گوش می‌کردم، آقای شجرم بود، و گفت من به شما بگم این جریان، اگر ما هم می‌خواستیم که برنامه هامون برای 2 سال، 1 سال، 3 سال، نمی‌دونم 2 سال گفت مسکه روی ار بره و ما پولی ندیم، ما میومدیم به شاهزاده پشت میدادیم، حمله میکردیم. و من خیلی متاسف شدم، چون این حمله ای که آقای همایون کرد، این به من برمیخوره، به مشیری برمیخوره، به میبودی باید بر بخوره، به مرداد پارسا، به پرویز قاضی سعید، به ناصر انقطاع، به همه کسانی که اینجا برنامه میسازن. این انصاف نیست. شما اگر اختلافی با شجره دارید، با من و همکاران من که در اینجا اون 2000 دلار رو برای اینجا گفتم، آقای همایون، ماها که با چندر غاز اینجا میایم و کار میکنیم، این انصاف نیست. همه ما رو، حالا با شجره گفتم، اون که مشخصه که حساب و کتابش معلومه، حالا شما میتونید با هم دیگه هر چی میخوای بگی بگی، ولی آیا ما رو شما متهم میکنی به این که یعنی آقای مشیری آمده روی یک توطئه به شاهزاده رضا پهلوی بد و بیرا گفته و این باعث شده که یک پولی از یک جای مخفی برسه اینجا و این یه توطئه است؟ نیست اینطوری. مشیری اینقدر شجاعت داره که اگر ببینه کاری که کرده اشتباهه بیاد بگه. و آقای محمد امینی و خود من به همه همکارانم فکر میکنم، و یک تلویزیون دیگه که نمیخوام الان اسم ببرم، از این شرایط بخواد ماهی بگیره، در حالی که من باز اگر لازم باشه خواهم گفت، یک بار فقط از یکی از همکارانشون دعوت کردم که بیا تو این تلویزیون با من در مورد یه مسئله صحبت کنه، ایشون اجازه نداد، اون مدیریت. ولی حالا در برنامه روز یک شنبه دیروز دیدم که برای 8 ماه آینده داره از مشیری، همکار بسیار عزیز من، وقت میگیره برای اینکه بحث بکنه راجع به آل احمد، راجع به نمیدونم صادق هدایت، راجع به خیلی از آدمای دیگه. این حق هر برنامه سازی که هر چیز دلش میخواد به عنوان مهمان بره. ولی شما یادتون باشه که در این شرایط به جای اینکه از این آب گلالود ماهی بگیرید و سعی کنید اختلافات رو زیاد کنید، یادتون باشه که این تلویزیون و کسانی که درش کار میکنن با هر عقیده‌ای سهم عمده‌ای داشتن در مبارزه مردم ایران، و این بی‌انصافی است که شماها بخواید فقط به خاطر مسائل شخصیتون این تلویزیون رو بکوبید و کسانی که درش کار میکنن. و یه خطاب دیگه هم دارم به همکاران دیگرم، چون دیدم همکار عزیزم آقای میبودی تو برنامه‌اش، من اعتقاد دارم همه ما وقتی که مسئله رو مطرح میکنیم اجازه دفاع هم بدیم. من هم میتونم بیام الان اینجا بشینم بسیاری از مسائل مطرح بکنم. این انصاف نیست وقتی که یه آدمی مثل فروهر و همسرش تکه پاره میشن به خاطر مبارزه با این رژیم، ما عکساشون رو پخش کنیم و بگیم اینا کسانی بودن که رژیم جمهوری اسلامی رو تقویت کردن. این درست نیست. این اجازه رو بدیم در دادگاه‌های آینده به همه مسائل رسیدگی بشه، حتی اگه کسانی که مردن، و ببینیم که آیا واقعا اون کسانی که این کارا رو کردن این طوری که ما تعریف میکنیم بوده یا در یک موارد دیگه اینطوری نبوده. بعدم یه آدمایی هستن که اینا عرق ملی دارن، ممکنه اشتباه کردن، ممکنه راهشون رو گفتن درست اینه، ما که نمیدونیم که، اما اینا فرق میکنن با اکبر گنجی ها، با یزدی ها به قول شما. پس این راه رو بذاریم که این کسانی که دارن برمیگردن، الان در سوریه ببینید آقای فارس، یکی از نزدیکترین آدم ها به بشار اسد، سفیر جمهوری سوریه در عراق بعد از سرنگونی صدام، عضو عالی رتبه بعث، کسی که فرماندار
دو تا از ایالات مهم سوریه بوده. این آدم بعداً از طرف شخص بشار اسد تعیین میشه برای سفارت در عراق. حالا این آدم خیلی حرفام در موردش هست، اگه بخوام میگن جنایت کرده اینجوری، این آمده، آمدن بیرون این یک لطمه جبران ناپذیر زده به بشار اسد. آقای تلاس، پسرش، پدرش مصطفی تلاس، یکی از اون کسانی بود، جانیایی بود که حافظ اسد برای سرکوب همین حمص و کشتن 40,000 مخالفش از او کمک گرفت. ولی ایشون رئیس گارد ملی آقای بشار اسد بود، یکی از نزدیکترین دوستان بشار اسد، اومده بیرون. دوستان عزیز اجازه بدید آدمایی که از این بدنه رژیم بریده میشن بیان بیرون، اعلامیه بدن، نامه بدن. اینقدر طور خدا لجمالی نکنیم به همه. آخه این که نمیشه که ما بشینیم اینجا بدون این که حق دفاع به آدم ها بدیم همه رو ببریم زیر سوال. من اول از رفیقم مشیری اسپردم، بعد از دیگران، که نگن آقا یه طرفه داره میگه. تمام مدتی که من در برابر این دوربین نشستم بارها و بارها من غیر مستقیم و مستقیم از شاهزاده رضا پهلوی، از آقای رضا پهلوی، با وجودی که جمهوری خواستم، طرفدار راه مصدقم هستم، دفاع کردم و گفتم که آقایون، شما که آقایون حزب توده، آقایون نمیدونم فلان، سازمان‌های مختلف، چطور شد شما برای تبرئه این آقای موسوی، آقای کروبی که میگن ما یاد، آقای کروبی میگه من یادم نیست سال 67 چه اتفاقی افتاده، و آقای موسوی هم خودش هم دیگران هی میگن آقا ایشون کاری نبوده، اینا میگن دوران شکوفا، دوران نمیدونم اون پیر فرزانه فلان فلان، یعنی اون جانی درجه یک. خب شما که این حق و قائلید برای اونا، چرا پس این حق رو برای این طرف قائل نیست؟ اینا رو گفتم، شما میدونید گفتم، و تمام این مدت هم گفتم. گفتم مسئله ما مسائل گذشته با وجود که لازمه، ولی تاریخ اینا رو قضاوت میکنه، خیلی هم بیرحمه. حالا شما هی بیا از صبح تا شون بگو آقا در شرایط رژیم گذشته یک شرایط دموکراتیک بود، اصلا مشکلی وجود داشت؟ خب بگو. این برام بیان بگن آقا تمام چیزایی که شما میگید دروغه. خب این جنگ همیشه ادامه داره. نتیجه رژیم جمهوری اسلامی به ریش ما میخنده و ما رو میزنه به جون هم دیگه. من خواهش میکنم از همه همکارانم، از آقای مشیری دارم میخواد که هر جوری بگه من حاضرم. امشب دیگه گفتم بذار بگم اینو، حاضرم در برنامه با بهرام مشیری بشینیم صحبت بکنیم، اگه نمیخواد جای دیگه بره من حاضرم باش صحبت بکنم و این مسائل رو روشن کنیم. و خواهش میکنم از آقای رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی، اگر چنانچه مدارکی دارن که این مسائلی که مطرح شده در اون فوکوس آنلاین و حرفای ایشون تعریف شده، اینا رو انجام بدن، بیارن این روشن شه این مسائل، که آیا ایشون گفته من گاندی هم، من ماندلا، یا گفته من پیرو به راه اینا هستم، دوست دارم راه اینا رو. آیا واقعا یه شخصی مثل آقای رضا پهلوی باید بیاد بگه که آقا پدر من رژیم گذشته یه رژیم جنایتکار بود، نمیدونم اینطوری بود، اینطوری بود، اینطوری بود؟ این خیلی بی‌انصافیه. او این موضوع گذاشته به قضاوت تاریخ و الان هم تو ایران بحث سلطنت و جمهوری نیست، بحث زندگی روزمرگیه، بحث اینه. من نمیدونم این مسائل باید مطرح میکردم یا نه، ولی خیلی دلم میسوزه، باور کنید خیلی دلم میسوزه، برای اینکه این تشکیلات، اینجایی که اسمش تلویزیون پارسه، برای من مقدسه. اگر نبود یک ثانیه اینجا نمیموندم. برای اینکه تصورم اینه ما یه تمرین دموکراسی داریم در اینجا میکنیم، هیچ کس از نظر فکری برتری نداره بر دیگری، من تصورم اینه.
و ما هممون غم ایران داریم. امیدوار هستم که همه کسانی که صدای منو میشنون، حالا فردا شروع نکنم من فحاشی کردن، چون اینطوریه دیگه. یه نفر نوشت، من یه شب اومدم اینجا نشستم صحبت کردم، نوشت تو توده ای احمق به من، دهن دریده ی حتی که فلان فلان. پوش 4-5 نفر از این آقایون که ادعا میکنن طرفدار شاهزاده رضا پهلوی، خیلی از این آدم های شرافتمند طرفدار رژیم گذشته هم من دیدن، گفتن آقا با وجود که میدونیم از نظر عقیده با ما مخالفی، ولی گوش میکنیم برنامه تو و لذت میبریم، چون میدونیم هدف تو چیه. این جالبه که این چماقی های این طرف و این چماقی های تو جمهوری اسلامی به من بدترین فشار میدن و تو این وقایع اخیر متاسفانه بعضی از میلیون به من زنگ زدن که آقای فرجی شما مگه ماسک خوردی؟ چرا در مورد آقای مشیری سکوت کردی؟ من سکوت نکردم، ولی دلیلم نیستش که هرچی من میگم آقای مشیری قبول داشته باشه، هرچی مشیری میگه من قبول داشته باشم و هرچی دیگران میگن. ما هر کدومون در این حال که ممکنه در بعضی نظرات همراه باشیم، در بعضی نظرات هم اختلاف داشته باشیم. ما هم اما امیانان گرامی، این بحث رو میبندم من و امیدوارم که در روزهای آینده انعکاس نظراتی که امشب بیان کردم بشنویم و ببینیم. 150 نفر از این نمایندگان طبیله مجلس یه طرحی رو دادن که این طرح یکی از خطرناکترین طرحایی است که ممکن از این اراذل و اوباش طبیله مجلس و دیگران صادر شد. حالا منهای این که افسران حیف افسر نه، همین سرداران سپاه این اراذل و اوباش شروع کردن داد و بیداد که ما این کارو میکنیم میبندیم. یکشون گفت، اون جنرال قوچلی گفت ما فقط رهبر اجازه بده تنگه رو میبندیم، تنگه هرمز. نوشته که به گزارش خبرگزاری فارس، یک نماینده مجلس ایران میگوید 150 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح انسداد تنگه هرمز رو امضا کرد. به گزارش خبرگزاری فارس این طرح پس از امضای 250 نفر از نمایندگان به هیئت رئیسه مجلس تقدیم خواهد شد. ببینید چی گفتن. نمایندگان مجلس در طرح خود پیشنهاد دادند که تنگه هرمز تا زمان لغو تمامی تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران بسته بماند و پس از آن نیز، اینجا رو گوش کنید، به شرط تأمین 14 شرط باز شود. اخذ 3% از بهای نفت صادر شده از تنگه هرمز از کشورهای وارد کننده نفت منطقه خلیج فارس، که یعنی کشورهای اروپایی و آمریکا، و واریز آن به حساب خزانه‌داری بانک مرکزی جمهوری اسلامی از جمله این شرایط است. گفتن در زمان فتحعلی شاه یکی گفتش که فتلیشو گفت این توپاری که طرف روسیه گرفتی داری در میکنی؟ گفت قربان به 1001 دلیل ما نمیتونیم الان این توپا رو در کنیم. گفت خب اولین دلیلتون چیه؟ گفت باروت نداری. گفت خب 1000 تا دلیل دیگر هم نمیخواد بگی. بانک، یعنی تمام بانک های جمهوری اسلامی از تحریم ها مورد تحریم قرار گرفت. نفت ایران روزی 1,000,000 بشکه رو دست آقایون مونده. حالا این دلغکای اون طبیله آمدن پیشنهاد دادن که 3% همه نفتی که از اینجا، یعنی 40% نفت، حالا یه گزارش الان پخش کنم براتون از بی بی سی راجع به انسداد تنگه هرمز، شما ببینید چقدر نفت از اینجا بود. 3% این پولو میگه که از این نفتکشا ما وصول کنیم، یعنی کانال سوئز درست کردن، بریزن تو خزانه بانک مرکزی تا ما اجازه بدیم از اینجا رد شن، تازه اگه تحریما رو هم وردارن. اول انقلاب همینان گرامی اینا آمدن
تمام کسانی که به اصطلاح جزو دولت مردان درجه یک رژیم گذشته بودند و همشون فرار کردند و مجبور به مهاجرت شدن بعضیاشون، اموال و نمیدونم زمین ها و همه اینا رو مصادره کرد کرد. حالا معلوم میشه تابلوهای اونا سر از حراجی های لندن و نیویورک و جاهای دیگه در میاره. بعد از اون افتادن به جان موزه ها و بانک ملی و خیلی جاهای دیگه. حالا من کل همه رو خلاصه میکنم در مصادره اون دولت مردان تراز اول. بعد هرچی هم پول تو خزانه دولت قبلی یعنی رژیم گذشته بود که بود دیگه، میلیارد ها پول بود، همه اینا رو هم خورد ملا خورد. بعد اومدن بعضی از کشورهایی که ایران بهشون وام داده بود، وام های کوتاه مدت، اونا رو هم وصول کردن. بعد از اون همه رو نوشتم که مبادا فراموش کنن. بعد شروع کردن اموال کارخونه دارا رو، از دولت مردا افتادن به کارخونه دارا، تمام کارخونه هایی که سودده بود صاحبان فعال داشت، مبتکر داشت، کسانی که آمده بودن کارخونه به وجود آورده بودن، کارگرها رو سر کار بودن، بسیارشون هم آدم های درست بودن، همه اینا رو فراری دادن، کارخونه ها رو کشیدن بالا تحت نظر بنیاد مستضعفان. در رأسش هم یه دزدی گذاشتن به اسم رفیق دوست که خدا میدونه، میگفتن بزرگترین نهاد میلیاردی در منطقه است، بالای 150 تا 170 میلیارد دلار ثروت اولیش بود. ببینید چه خبر بود. اینا رو که فراری دادن، کارخونه ها رو گرفتن، شروع کردن دولت مردان درجه دو و سه و چهار و پنج و شیش و همینطور بریم بالا. بعد افتادن به جان یهودی ها. بسیاری از یهودی های ثروتمند مملکت ما رو آدماشو گرفتن یا اعدام کردن مثل الغانیان و یا فراری دادن اینا رو، ثروت ها رو بالا کشتن که من خیلی هاشون اینجا میشناسم، میتونم به اسم بگم بهتون. بعد افتادن به این فکر که خب حالا چیکار کنیم؟ طرحی دادن که تمام زمین‌های ایران دولتی باید بشه. اینا که روی این زمین هستن، یعنی بنده اگه خونه داشته باشم فقط این ساختمونش مال منه، 99 ساله باید برم از دولت اجاره. حالا چطور شد این طرح به مرحله اجرا در نیامد نمیدونم. بعد شروع کردن کارخونه ها رو خوردن، همین کارا رو که کردن، واردات شکر، چای، کبریت، قند، هم این سیگار، اینا رو تقسیم کردن توی این کسانی که آقازاده اسمشون بود، اراذل اوباش سپاه بودن، نه همشون رو، تو اونا چون بالا بود، آخوندا، بعد تو مساجد، بعد نمیدونم شماره صد امام، همینطوری مردم رو تیغ زدن و تیغ زدن و تیغ زدن. نفت رو می آوردن تو دریاها می فروختن خصوصی، پولش رو می زدن به جیب. میلیارد میلیارد، اینا رو همه رو شما میدونین، من دوباره دارم تکرار میکنم، برای این میگم که وقتی که دیگه پولی نموند، خب گفتن 100 میلیارد دلار توی صندوق نمیدونم ما پول، بعد معلوم شد یک دینار هم توش نیست، اسکناس چاپ کردن، مردم به این بدبختی انداختن که الان شما برای خریدن یک دلار باید 2000 خورده پول بدید، یعنی بی ارزشی، کاغذ باطله. حالا دیدن چیکار کنن، اومدن میخوان گوشبری جهانی کنن که هر حسابم کردن، رفتن پیش مقام معظم روزخان بزرگ، گفتن آقا ما تا حالا عقلمون نمیرسید میشه این کاری کرد، تنگره میبندیم، میگیم هر کشتی که میخواد بره، یعنی 40% نفت جهان، میگیم باید 3% از این پول اینو بدیم به ما، بریزیم تو بانک ملی، ببینیم ما چه ثروتی دیگه علاوه، اصلا فروش نفت و اینا رو هم نمیخوام. 750 میلیارد دلار پول صادرات نفت و گاز و پتروشیمی
در زمان همین مرده که دلغک احمدی نژاد توی این تقریبا 6 سال خورده ای در تاریخ ایران سابقه نداره، همین سابقه نداره. بعد اون وزیر اطلاعات عقب افتاده احمق میگه طرح جهانی هست، موساد و CIA و نمیدونم MI6 و فلان اینا دارن یه طرحی میریزن که همه کمبودا رو بندازن گردن مقام معظم رهبری. آخه یکی نیست از این ابله بپرسه. شما وقتی که میگی مجلستون میگه مقام معظم رهبری، هر چی بگم رئیس اون طبیله ما ایشون حرفشون، حتی اگر یه لایحه قانونی رو هم تصویب کرده باشیم، چون مقام معظم رهبری نظری ندارن، نظرشون مخالفه، عوض میکنه. طوری که دیگه اون علی مطهری گفت آقا پس بگین اینجا یه شعبه دفتر رهبریه دیگه. خب کسی که اون بالا میشینه چماقو میگیره در همه کشورهاست، یه مستبدی که اون بالا میشینه چون همه کارا رو خودش در دست میگیره، بنابراین مسئولیت همه کاران به گردن اون. و اینا میدونی که اولین کاری که میکنن، نگاه کنی صدام و قذافی و مبارک، همه اینا اولین کاری که میکنن یقه اون کساری میگیرن که همیشه نوکریشون رو کردن، اونا رو میبرن تو دادگاه. این خاصیتشونه. حالا این مردک داره پیشبینی میکنه، گفته به اینا که بریم بگین آقا به این یارو وزیر اطلاعات، گفته برو بگو چرا میزین گردن رهبری. و این ابله نمیدونه وقتی همه مملکت از مجلس طبیله مجلس تا رئیس قوه قضاییه تا نمیدونم رئیس جمهور تا وزرا سرداران همه و همه میگن وقتی که مقام معظم رهبری یه چیزی گفت ما اطاعت بد بکنیم، فصل الخطاب. خب وقتی که دلغت کسی این حرفو میزنه، خب یعنی اینی که تمام گرانی ها، تمام بدبختی ها، تمام بیچارگی های اون مملکت در اثر وجود اون آدمه. این ابله ها اینو نمیفهمن. میگه حیدر مسلحی وزیر اطلاعات دولت جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه گفت دشمن نقشه دارد، همه مشکلات از قبیل گرانی و موزلات جزئی را به گردن رهبر انقلاب بیاندازد و آنها به دنبال تقدس زدایی از رهبر جمهوری. چی تقدس؟ چی آدم مقدسیه؟ چی قدیسه؟ این آدمی که دستش به خون مردم ایران آلوده است یا آغشته است، ببخشید آلوده نه، اینی که 700 میلیارد دلار در زمان این دلغکی که منتخبشه به مردم ایران لطمه وارد اومده، اینی که میخواد بمب اتم داشته باشه همه دنیا ریخته به گرد سر ما، نمیشه که. خب معلومه این مسئوله. هی میگن آقا آمار دادن، آمار خودشونه، که در خیابانهای تهران این کسانی که خودفروشی میکنن 15% تا نمیدونم چند درصدشون کسانی هستن که متأهلن، شوهر دارن و با رضایت همسرانشون میان تن فروشی میکنن. آقایون آخوندا عمامه رو بذاریم بالا. این بود اون مملکت اسلامی که شما خواستین درست کنین. بله اجازه بدید این گزارش رو براتون بخونم چون خیلی جالبه، خیلی جالبه. یکی به من میگه آقا چرا این کاغذات اینقدر نامرتبه، هی ورق میزنی؟ برای اینکه آخه من همینطوری صحبت میکنم، من رو نوشته نمیکنم. کاهش سن روسپیگری، ببخشید 12% زنان خیابانی متأهلن. اینو مدیر کل امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی کشور گفت. خب امیرانی گرامی، یه خبر دیگه که آقایون خیال کردن خیلی خوبه برای مردم، خوشحال میکنه مردم، آقای احمدی مقدم همین فرمانده اراذل اوباش ناجا، همون که رادان به اصطلاح مقامشه و جانیهای دیگه زیر دستشون کار میکنن، از تصویب تشکیل یگان انتظامی شهرداری تهران برای پوشش تفرجگاه های شهر خبر داده. ببینید همینان گرامی، اینا میخوان هر جایی که مردم ابراز شادمانی میخوان بکنن،
تو پارکا، تو خونه هاشون، تو عروسی، تو ورزش، همه رو از بین ببرن. دیدین که چند تا از این آخون گنده ها، یعنی آیت العظمه ها با قول خودشون گفتن ماه رمضان ورزش فوتبال غلط کرده، فدراسیون جهانی گفته فوتبال باید انجام شه، اگه نشه ما شما رو جریمه میکنیم. باید به اونو بزنید تو دهنشون بگیم ما مسلمانی، در حالی که گفتم براتون تو کشورهای مسلمان تو ماه رمضان به عنوان ماه شادی و شادمانی که روزشون با روزه، برین ببینید تمام سایت های کشورهای عربی رو نگاه کنید، برنامه هاشون نگاه کنید، تمام روز رو روزه میگیرن و شب شادمانی میکنن، برای که ماه جشن و سرور میدونن، اونو ماه مبارک میدونن. اینا میگن روزه، گریه روزه تو سر. حالا میگن که اصلا تفریحی نبود. حالا تو پارک ها مردم هیچ جایی نداشتن، میرفتن تو پارک ها میشستن، اومدن گیر دادن به قول بچه های ایران، گیر دادن تو پارک ها. دیدین که فیلمشون نشون دادن مردم بالا سر هر خانواده وای میستن، تو چرا شادرت، تو چرا دامنت اینطوری، بچه چرا اینطوری میکنه، این دختر 12 ساله 11 ساله چرا موهاش بیرونه، از این بساط و مسخره بازی. میخوان اسلام پیاده کنن دیگه، اسلام رو میخوان پیاده کنن. این اسلام میلیارد شما بدوزی بیای خارج از کشور مهم نیست، این اسلام تو مساجد به بچه ها تجاوز کنی مهم نیست، تو زندان ها تجاوز کنی مهم نیست، زن همکار تو برداری بیاری تو خونه جلوش فیلم پورنو بازی کنی مهم نیست، آقای سردار زارعی اون کارهای کثیف رو بکنه 20 نفر رو لخ کنه مهم نیست، مهم اینه که دو تا مو توی پارک بیرون باشه، تظاهر دیگه. بعد اما آقای حسین موسوی معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران گفته که خشکسالی در جنوب کشور جنگ نرم و کار استعمار و استکبار جهانی است. ریزگرد میاد، همین شن و این چیزایی که دیدید که همه 14 استان ایرانی گرفته، میگن کار استعمار و استکبار جهانی است. ورشکسته شدن میگن کار استکبار. یه دفعه آقای احمد گریان، احمد خمینی گفت آقا این همه ظلم میکنید، اینا که دیگه مربوط به خودتونه، همون که سرش رو زیر آب کردن، دیگه اینا رو چرا به استکبار میگین؟ شما دزدی میکنی استکبار میگه دزدی کنی؟ افتادن به جان هم دیگه همینانی گروی. استدلالایی هم که میکنن به قدری آبکی و احمقانه است که آدم خندش میگیره. آخه از این اراذل و اوباش چه توقعی داری؟ وقتی رئیس جمهور یه آدمی مثل احمدی نژاده که میگه ما فقط 10% درآمدمون از نفته، میگه حاله نور بار سر من بوده و بسیاری از این مزخرفات، شما میخواین اون مملکت چجوری باشه؟ آقای کت خدایی سخنگوی قوه، ببخشید سخنگوی اون چورتی های شورای نگهبان، میدونی که شورای نگهبان مسئولیتش نظارت بر قانون اساسیه، که قانون اساسی مولا درزش نره. حالا بگذاریم که آقای جنتی در رأسش رو چه کثافتی زدن، اونو میگذاریم، اما دیگه در روز روشن در برابر خبرنگاران بیغیرت روزنامه های ایران، آقای کت خدایی به خبرگزاری، خبرنگار خبرگزاری ایران که خودشونه، بلند شده این گفته این روزینامه ها، این یاوه‌گویی ها، این نمیدونم اراذل اوباشی که در روزنامه نمیدونم فلان ایران هستن، اینا نماینده روزنامه ایران بلند شده دفاع کرد، گفته شما این کارو کردین، این کارو کردین، چرا به ما فحاشی میکنین؟ اینا دستور داده به اون آدمایی که تو سالن بودن، گفته اینو بنزینش بیرون. و این روزنامه نگارو، حالا هرچی از خودشونه دیگه، یقش رو گرفتن انداختنش بیرون. اونایی که اونجا نشستن، اون آدمای بی غیرت، اون روزنامه به اسم روزنامه نگار، یک دونهشون اشاره نکرده که آقا آخه این کار بلندشن بیان جلسه بیرون، هیچ، همه نشستن.
بعد آقای محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه، اون مرد محترمی که دستش آغشته به خون هیچ کس نیست، تا خیال نکنید الان ایشون مثلا حکم قطعی زنجیری صادر کرده یا یک از جانیان رژیم، خیال نکنید اینا شایعه است. ایشون گفته که پرونده آقای جواد لاریجانی، یعنی همون که رئیس حقوق بشر قوه قضاییه، است در دست رسیدگی است و برادر ایشون این رئیس محترم قوه قضاییه دستور دادن که دقیق به این پرونده رسیدگی بشه. این جالبه که حالا گندش در اومده، وبسایت بامداد خبر اسنادی رو منتشر کرده که بر اساس آن ادعا شده که محمد جواد لاریجانی بیش از، گوش کنید، بیش از 342 هکتار از اراضی ملی در حاشیه ورامی رو تصرف کرده. مبارک. سپاسگزارم همیهنان گرامی که به برنامه من توجه کردید. تا برنامه فردا، خدا نگهدار. زنده باد آزادی. پاینده ایران.